مهاجرتی یا ویزاهای مهاجرتی که در حقیقت متقاضی رو به اقامت دائم یا پیآر میرسونه مهاجرت از طریق خانواده یا فمیلی اسپانسرشیپ هست در گروه فمیلی اسپانسرشیپ خیلی گروه گسترده ای نیست بلکه شامل تقریبا میشه گفت سه گروه خاص هست گروه اول گروهی هست که در واقع مربوط به همسر و در حقیقت زوج ها هست گروه دوم مربوط به گروهی هست که یا پدر و مادر فرزندانی را که دارند اسپانسر میشن حالا اون فرزند به هر دلیلی تا اون مقطع زمانی اقامت دائم نداشته و شرایط اخذ اقامت دائم را نداشته یا مواردی بوده که اون فرزند به تازگی توسط خانواده به فرزند خاندگی گرفته شده و شرایط این چنینی و برعکس زمانی که فرزندان در واقع میخوان اسپانسر پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ هاشون بشن علاوه بر این دو گروه اصلی که در گروه خانواده وجود داره یک گروه سومی هم هست که اون در واقع مربوط به بستگان و وابستگان در واقع خانوادگی هست و این گروه گروه بسیار محدودی از گروه سوم به طور مثال فردی بوده کل اعضای خانوادهش رو از دست داده و یتیم شده و شما تنها آدمی هستید که میتونید سرپرست اون بچه باشید تحت این شرایط خاص اون فرد میتونه در واقع این بچه یتیم رو اسپانسر بکنه برای کانادا دانستنی های مهاجرت به کانادا از نگاه قانون برای اینکه بیشتر موضوع رو باز بکنم برای شما تو این سه گروهی که صحبت کردیم به ترتیب از گروه زوجا یا اسپاوز و اسپانسرشیپ اسپاوز معنی همسر هست چرا این اصطلاح رو استفاده میکنن چرا بحث هازبند اند وایف رو استفاده نمیکنن به دلیل اینکه بر اساس قوانین کانادا می میتونن از یه جنس هم باشن یعنی اینکه هر دوتا میتونن خانم باشن هر دوتا میتونن آقا باشن در کانادا این مسئله کاملا قانونی هست و هیچ مشکلی وجود نداره غیر از این در گروه اسپاوز کامن هم جا میشه کامن چی هست کامن لا پارتنر حالتی هستش که یه تعداد افراد در واقع زوج هستن این افراد با هم زندگی میکنن برای فاصله دو سال و یک سری چیزهای مشترکی دارن مثل حساب مشترک محل زندگی مشترک عکس های مشترک مسافرت های مشترک و این چنینی اینها سند ازدواج ندارند ولی به صورت عملی و اجرایی در واقع شریک زندگی هم هستند که در کانادا به مسئله به عنوان کامن لا پارتنر در نظر می غیر از این یک گروه دیگه از کانجوگال پارتنر هستند که ارتباطات در واقع ارتباطات زناشویی وجود داره بینشون ولی که به صورت مستمر با هم زندگی نمی کنند ولی تنها افرادی هستند که این ارتباط رو باهاشون برقرار میکنن. در کانادا این مسئله حقوق خانواده و این مسائل بسیار جاافتاده است بسیار مفصل هست و کسایی که در حقیقت علاقمند گروه های اسپانسرشیب از طریق اسپانسرشیپ هستند، هستن بهترین هستش که اطلاعات حقوق خانواده کانادا رو هم بدونند که چه حقوق و چه در واقع تعهداتی عهده طرفین هست زمانی که در کانادا حضور داشته باشند. نکته خیلی مهمی که من مایل هستم اینجا بهش اشاره کنم این هستش که در کانادا مقرراتی وجود داره که طبق اون مقررات اگر ارتباط بین زوجین در کشور مبدع خودشون طبق قانون شناسایی نشده باشه در اینجا هم قابل شناسایی نیست یا به عبارت دیگه به رسمیت نشناخته باشن به طور مثال قانون کانادا براش محرز هست که ارتباط همجنسگراها ها در ایران غیرقانونی هست بنابراین در ایران چنانچه افرادی باشند که ادعا کنند ما همجنسگرا هستیم و میخوایم و یک نفر اینجا باشه نفر دوم که اسپانسر هست و بخواد اون فرد رو اسپانسر کنه دولت قبول نمیکنه چرا قبول نمیکنه به دلیل اینکه میدونه این مسئله در قانون ایران به رسمیت نشناخته شده در نتیجه به حق و حقوق هایی که در ایران به وجود آمده به طور مثال اینجا هم بهش احترام میذاره و مطلب دیگه ای که هست اینکه به طور مثال کامن لا پارتنر یا اون موضوعی که بهتون گفتم در ایران مصداق نداره بنابراین آیا ما میتونیم بگیم که من با یک خانومی یا با یک آقای اون فرد متقاضی دو سال زندگی کرده بعد اومدن اینجا و ارزم به حضور شما اون فرد اسپانسر در کانادا هست به خواد اسپانسر شه و اعلام میکنه که در حقیقت من قصد و قرض این هست و ما به صورت کامل لا پارتنر با هم بودیم این چنین چیزی برای ایران باز مصداق ندارد چرا برای اینکه به طبق قوانین ایران همچین چیزی به رسمیت شناخته نشده موضوع فرزند هم باز این مطلب رو به نوعی داره به خاطر اینکه در حقوق ایران ما مفهوم فرزند رو به معنی واقعی نداریم طبق قانون قانون مدنی ایران و اینجا هم کارشناس های اداره مهاجرت و این مسائل به این مسئله واقف هستند بنابراین چیزی که هست اگر شما ارتباطی دارید در ایران یا در کشور دیگری که اون ارتباط بر اساس کشور مبدع قابلیت شناسایی و رسمیت داشته باشد در اینجا هم میتونید بهش استناد کنید در پروسه اداره مهاجرت در غیر این صورت این مسئله انجام پذیر نیست من خواستم در ابتدای این مسئله رو براتون روشن کنم قبل از اینکه وارد جزئیات بیشتری بشم در مورد اسپانسر اسپانسرشیپ یا در واقع اسپانسر کردن زوج ها آنچه که وجود دارد در گروه اسپاوزل اسپانسرشیپ یک طرف قضیه یک فردی هست در کانادا که اون فرد حتما بایستی کانادایی یا اقامت دائم داشته باشه و سنش باید بالاتر از 18 سال باشه و بایستی سوء پیشینه نداشته باشه نبایستی تحت در واقع تامین اجتماعی یا کمک های دولتی باشه در کانادا میزان درآمد خوشبختانه برای اسپانسر کردن همسر ملاک نیست بنابراین شما ملاک نیست شغل داشته باشید یا درآمد مشخصی داشته باشید تا بتونید همسر خودتون رو برای کانادا اسپانسر شید ولی کن نبایستی تحت کمک های دولتی باشید نبایستی از دولت اعاده بگیرید یا کمک مالی بگیرید اگر اون فرد این ویژه گیری داشته باشه امکان اسپانسر شدن نیست یکی از مسائل دیگه که باز دولت بهش حساس هست اون فرد نبایستی سابقه یک سری از جرائم خشونت جنسی و اینجور مسائل رو داشته باشه چه در این کشور چه در کشور دیگه اگر چنین وضعیتی وجود داشته باشه اون فرد نمیتونه اسپانسر کسی بشه و در این حال موارد دیگری هم هست از جمله این که به طور مثال وقتی اسپانسر یک فردی میشه اون تعهداتی وجود داره اون تعهدات سه ساله هست برای زوجها و از طی سه سال تحت کفالت و اسپانسری اون فرد هست بنابراین تعهدات مالی و غیر و غیره که دولت بر عهده اسپانسر میذاره بایستی طی سال برای زوج رعایت بشه اگر این اتفاق نیفته به طور مثال یک فردی میاد اسپانسر یک خانومی میشه یا یه آقایی میشه میان اینجا یه سال زندگی میکنن به همسه سازگاری ندارن طلاق میگیرن جدا میشن یا هر اتفاق دیگه میفته آیا این فرد امکان اینو داره که سال بعد دوباره اسپانسر خانم یا آقای دیگه ای بشه خیر طبق قانون بایستی به تعهدات ظرف سه سالش در حقیقت توجه داشته باشه و رعایت بکنه بنابراین یک حالت محرومیت سه ساله براش وجود داره و در عین حال نبایستی بدهی قبلی به اداره مهاجرت یا غیره بابت اسپانسرهای قبلی و پرنامه های قبلی که داشته داشته باشه از طرف دیگه یک بحث مهم دیگه ای اونور هست شما میایید اسپانسر یک فردی میشید یا به عبارتی یه نفر رو پیدا میکنید چون متاسفانه بعضی مواقع اتفاق میفته یه نفر رو پیدا میکنید و اون فرد اسپانسر شما میشه و همسرش میشید و اسپانسر شما میشه و شما تشریف میارید کانادا به عنوان اقامت دائم بعد از اینکه شما به اقامت دائم رسیدید طبق قانون شما تا پنج سال علا رقم این اینکه پیار هستید حق ندارید اسپانسر دیگری بشید چرا این کار اداره مهاجرت انجام میده دلیلش این هستش که اداره مهاجرت نمیخواد خط تولید درست بکنه از طریق ازدواجهای سوری به این شکل که شما با یه نفر دیگه بیاید بعد یه دوره شما یه نفر دیگه رو بیارید همین جوری مسئله تکرار بشه تا یه مدتی قبل اون پی هایی که صادر می شد در واقع به صورت دو سال به صورت مشروط بود برای اون فردی که اسپانسر شده در واقع پی آر گرفته ولی حذف شد و دیگه این مسئله وجود نداره اگرته اون زمان هم که وجود داشت خدمتون عرض شود که به در صورتی که بچه متولد می شد اون پیار مشروط از بین می رفت. یعنی دیگه به حالت مشروط نداشت و مستقر و مطلق می شود. چیزی که من اینجا به شما بیشتر اشاره کردم یه سری خصایص و ویژگی های کلی این بود که چه کسی می تواند اسپانسر شود و در چه حالت های انجام پذیر نیست از طرف دیگه یک طرف دیگه این پرونده ها فرد متقاضی هست یعنی اون زوج اون فردی که در اون کشور خارج از کانادا هست و شده همسر این فردی که داخل کانادا هست در اون حالت مطلبی که وجود داره اینه که اون فرد هم باید یه ویژگی هایی داشته باشه ویژگی عمدش سن نشست طبق قانون کانادا اون فرد هم باید سنش بالا 18 سال باشه بنابراین نمیشه شما با یه بچه سن کمی رو ازدواج بکنید و اون اسپانسر کنید بیارید اینجا همچین چیزی انجام پذیر نیست و در حقیقت اگر سنش کمتر از 16 سال باشه جرمم هست و این مطلب هست از طرف دیگه طبق قانون کانادا چند زنی یا چند شوهر همسری چند شوهری هرچی اینها هم غیر قانونی هست و طبق قانون اعتباری نداره فقط موضوع اول فقط نفر اول رو ملاک میگیرن بنابراین یک آقایی بوده به طور مثال ازدواج کرده در دوران جوانی بعد از اون شرایطش عوض شده و باب میلش عوض شده با یک نفر دیگه ازدواج کرده و حالا میخواد خانم دوم رو اسپانسر بشه به جای خانم اول اگر اداره مهاجرت متوجه چنین چیزی بشه شما مطمئنا در درگیری هستید و مشکلات عمده ای خواهید داشت به چه دلیل به دلیل اینکه ازدواج دوم شما بر اساس قانون مهاجرت شناسایی شده نیست و رسمیت ندارد و در واقع فقط ازدواج اول هست در نتیجه تنها آپشن شما واقعی قانونی اینی که اسپانسر نفر اول بشید همسر اول بشید همسر دوم و سوم و چهارم این مسائل اگرچه طبق قانون شریعتی و اسلامی و اینجور مسائل اوکی باشه ولی از دیده داره مهاجرت جرم هست و در کانادا این اتفاق شناسایی نمیشه و رسمیت شناخته نمیشه خاطرتون باشه صحبت کردم در ابتدای این صحبت ها که هر چیزی که در کشور خودتون شناخته شده باشه در اینجا هم شناخته میشه به رسمیت شناخته میشه ولی مواردی هم هست که در کشور خودتون شاید اوکی باشه ولی در اینجا اوکی نیست یکی از موارد دیگه ای که هست زمانی که بحث اسپانسرشیپ به وجود میاد بحث ارتباط زناشویی هست یعنی یکی از مواردی که داره مهاجرت بهش حساس هست اینی که مطمئن شه که آیا این فردی که دارن اسپانسر میکنه فرد دیگری رو آیا ارتباط زناشویی با اون فرد دارد یا ندارد نکته ای که هست در خیلی از کشورهای اسلامی از جمله ایران پاکستان و غیره یک مطلب خیلی مهمی که هست این هستش که خیلی موارد ازدواج که صورت میگیره نوشته نمیشه یا با هم نیستن یا ارزم به حضور شما دیگری به وکالت از دیگری عقد رو جاری میکنه این جور مسائل هست اگر اداره مهاجرت متوجه بشه که اینها ازدواج ازدواج نیابی بوده بایستی توضیحاتش داده بشه توسط وکیل یا اون فردی که داره پرونده رو ریپرزنت میکنه که اعلام بکنه بر اساس موانع قانونی و شرعی این فرد نمیتونسته قبل از ازدواجی که الان شما دارید میبینید این کار در واقع با هم ارتباط داشته باشه به حال یکی از مسائل خیلی مهمی هستش که اداره مهاجرت روش حساس هست به خاطر اینکه متوجه بشه این اصالت رابطه زناشویی کلمه <تصفح> زناشویی هم یک ترجمه ای که بران من چاره ای ندارم کلمه دیگه ای نیست زن و شوهر ما همیشه صحبت کردیم هیچ وقت زن و زن و شوهر و شوهر نداشتیم ولی در کانادا کلمه در واقع به این شکل نیست مسئله ارتباط در واقع جنسیشون هست اون چیزی که در از نظر اداره مهاجرت ملاک اینه که اینا اصالتاً با هم باشن و این مسئله به صرف و دلیل پی آر گرفتن و مسائل این چنینی نباشد در حقیقت ازدواجی اگر به وجود آمده باشه که این ازدواج سوری باشه و به صرف گرفتن پی آر باشه حتی اون فرد زمانی که سیتیزن هم بشه اداره مهاجرت در صورتی که متوجه بشه میتونه پاس تابعیت و پاسپورتش رو پس بگیره و این موضوع موضوع خیلی مهمی هست به خاطر اینکه از مصادیق ایمیگریشن فراد یا کلاهبرداری مهاجرتی هست اون چیزی که من تو بحث اسپازال اسپانسرشیپ میخواستم براتون جا بندازم اینه که یه سری خصایصی بایستی اسپانسر داشته باشه و یه سری خصایصی هم باید متقاضی اسپانسرشیپی داشته باشه یعنی اون فردی که در خارج از این کشور هست و بر اساس ازدواج قرار بیاد کانادا در کل این دوتا پرونده ها به صورت متوازی با هم انجام میشه ثبتش از ابتدا با هم هست داخل خاک کانادا تحویل میشه و دفتری هست در میسیساگا آنتاریو اونجا در واقع پر سنترال مرکزیت پرونده های در واقع حقوق خانواده و مسائل مهاجرتی از طریق اسپانسرشیپ هست فامیل اسپانسرشیپ وقتی که پرونده به یه جایی برسه که اسپانسر به جایی برسه که اسپانسر اول تایید شه بعد پرونده رو میفرستن برای اون سفارت به خصوصی که حالا مرجع رسیدگی داشته باشه اگر ایرانی باشید مثلا میتونه در آنکارا باشه میتونه در خدمتون شود امارات باشه ولی اصولا صلاحیت ترکیه است در حال حاضر به دلیل نبودن سفارت در ایران آنکارا هستش که مرجع رسیدگی هست برای پرونده های ایرانی ها بنابراین وقتی که اینجا اوکی شد پرونده پرونده رو ارجاع میدن به اونجا برای الباقی پروسه ای که در حقیقت مربوط میشه به اون فرد دوم که در حال حاضر پروسه رسیدگی خیلی سریع هست یه حدود یک سال هست و و شرایط خیلی ایدئال است در این حال یک مسئله فنی هست این وسط من میخوام باز بهش اشاره کنم و این هستش که شما فامیلی اسپانسرشیپ اسپاوزال اسپانسرشیپ دو راه داره یک راهش این هستش که این فرد در اسپانسر اینجا اپلای کنه فردی که ازدواج کرده در اون کشور باقی بمونه تا پروندهش تکلیفش مشخص بشه و با هم در واقع بیان اینجا راه دومی که هست این هستش که اون فرد با ویزیتور ویزا مالتیپل هرچی وارد این کانادا بشه و داخل کانادا این لن اپلیکیشن بدن یعنی توی کانادا بیان تقاضای اسپانسرشی و پی آر بدن و این موضوع انجام پذیر هست داخل کانادا پروسه رسیدگیش هم سابقا طولانی تر بود الان همون هست و این روش دوم یک حسنی داره حسن اول اینه که اون فرد سریعتر میاد چون یک اسپانسر اسپانسرشیپ همونطور که گفتم مینیموم حالا میخواد یک سال طول بکشه در حالی که ملتیپل ویزا میتونی یه ماه دو ماه جوابش مشخص بشه موضوع دوم این هستش زمانی که اپلای میکنه برای اسپانسر اسپانسرشیپ در خاک کانادا فرد اون همسر قبل از اینکه پی رو بگیره واجد شرایط گرفتن ویزای کار هست که اوپن ورک پرمیت هست یعنی ویزای کاری هستش که اون فرد میتونه شروع به کار بکنه تو پروسه زمانی که منتظر جواب در حقیقت اقامت دائمش هست برخلاف اینکه مدت ها ماه منتظر بشه تا جوابش بیاد و این خیلی موارد برای کسایی که دوست دارن سریعتر بیان داخل خواه کانادا این راه دوم راه حل مناسبتری هستش یک موضوع دیگه ای که من باز خواستم به نظر من اهمیت داره بهش اشاره بشه بحث بر این هستش که خصیصه های فردی که قرار اسپانسر بشه و فردی که قرار خدمتون عرض شود متقاضی باشه اینا هر کدومشون ویژگی های خاصی رو باید داشته باشن و حتما توجه داشته باشید باز میتونید در این مورد به وبسایت ما مراجعه کنید موردهایی که لازم است لحاظ بشه و بدونید اونجا نوشته شده در این حال اگر موردی بود باز میتونید فرم هایی رو پر کنید و در حقیقت فرم ارزیابی هست که بچه ها میتونن کمکتون کنن و خدمتون در واقع جواب اون بخش رو داشته باشیم صرف نظر از بخش اسپاوزال اسپانسرشیپ که صحبت با هم کردیم گروه دومی هست که در واقع پرنتال اسپانسرشیپ هست پرنت در واقع والدین ویزای اسپانسری والدین والدین و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها نکته خیلی مهم کلیدی که اینجا باید توجه داشته باشید اینه که شما فقط میتونید والدین خودت رو به در مادر بزرگ خودت رو اسپانسرشی نه همسرت رو در حقیقت طبق قانون بهشون میگن این لاها این لاها یعنی اقوامی که از طریق همسر با شما نسبت پیدا میکنن شما اجازه نداری به عنوان داماد اسپانسر پدرزن یا مادرزنت بشی بلکه تنها حقی که قانونگذار برای شما گذاشته در اداره مهاجرت این است که شما میتونی کوساینر شی یعنی کسی که در کنار همسر به طور مثال خانم شما که داره اسپانسر اون افراد میشه شما هم میتونی امضا کنید که من هم هستم که اصطلاحا بهش میگن کوساینر ولی شما رسن نمیتونید. نکته خیلی مهم اینجا هست و اون اینه که شما اپلیکیشن رو دادید، شما بودید، همسرم بوده، شما کوساینر بودید، همسر شما در حقیقت متقاضی اصلی بوده. مسائلی به وجود آمده، همسر شما دیگه نمیخواد این کار ادامه بده. در این صورت آیا شما به عنوان کوساینر میتونید ادامه بدید؟ خیر. به دلیل اینکه پرونده اصلی مال ایشونه نه مال شما شما فقط کمکی هستید به خاطر همین مواردی بوده ما دیدیم که فرد اومده گفته ما اومدیم پرونده شده اینا با هم درگیر شدن خانوم بوده یا آقایی بوده احساساتی شده یه مشکلی وجود اومده پرونده رو اعلام کرده ما نمیخوایم داخل این پرونده دیگه باشیم نمیخوام اسپانسرشی بعد طرف دوم خواسته ادامه بده و متاسفانه نتونسته بعدها در واقع مجبور میشن دوباره پروسه رو از اول بخوان شروع کنن غیر از این مطلب موضوع مهم دیگه که در بحث والدین و پدر مادرها هست این هستش که یک در واقع اصطلاحا میگن لو کات آف لو کات آف یه اصطلاحی هستش که طبق قانون مهاجرت جدولی وجود داره که طبق اون جدول مشخص میشه یک خانواده به طور مثال زوج خانوم آقا به اضافه پدر مادر آقا به طور مثال که چهار نفر میشن در کانادا حد اقل درآمدی که اینا باید داشته باشن بایستی چقدر باشه که بتونن قانونا اسپانسر دیگری بشن به چه دلیل؟ به دلیل اینکه برخلاف اسپازال اسپانسرشیپ که قانون اجباری به درآمد داشتن ندارد در مورد والدین اجبار وجود داره و اون اجبار چی هست؟ اجبار این هستش که شما 20 سال تعهدنامه می نویسید با دولت که اسپانسر و کفیل والدینتون هستید در صورتی که والدین شما کمکی چیزی از دولت بگیرن طی 20 سال بعد از پی شدن شما هستید که بدهکار دولت میشید بنابراین یه مشکلی که خیلی از دوستان دارن اینه که اون پدر مادر میان اینجا پدر مادر میگن خب ما شما رو آوردیم دیگه شما خودتون میدونین خودتون این اتفاق نیست از دید اداره مهاجرت شما مسئول هستید برای همین کلمه اسپانسرشیپی رو استفاده کرد اسپانسر یعنی چی؟ یعنی کفیل یعنی زامن کسی شدن بنابراین شما تو فاصله 20 سال تعهدات مالی دارید اگر به تعهدات مالی خودتون عمل نکنید نمیتونید اسپانسر دیگری بشید حتی امسا اسپانسر همسرتون چرا خاطرتون باشه گفتم اگر شما درآمد داشته باشید یا نداشته باشید ملاک نیست برای همسر اسپانسر شدن ولی بدهکار نباید باشید کمک از دولت نباید گرفته باشید بنابراین اگر این ویژگی ها رو داشته باشید پرونده اون دوم شما دچار مشکل میشه این مسئله مسئله خیلی مهمی است که باید توجه داشته باشید در کنار این مطلب این لو اینکام کات آف جدول مشخصی هست که اون جدول هم در سایت اداره مهاجرت هست در وبسایت ما هم هست میتونید مراجعه کنید ببینید شرایط چی هست نکته مهم این هستش که اون هر عددی بود زب در سی درصد میشه و اون مسئله بایستی سه سال متوالی رعایت شده باشه و ملاک درآمدی شما هم در کانادا و اسپانسر اون فردی که قرار اسپانسر بشه در کانادا هم نوتیس آف اسسمنتی هست اداره مالیات یا سیاره صادر میکنه هیچ چیز دیگه ای ملاک نیست یک پرانتزی من باز کنم این وسط و اون نکته مهم این هستش که تحت شرایط خاصی افراد میتونن والدین یا پدر بزرگ مادر بزرگ های خودشون رو اسپانسر شن ولو اینکه اون مینیمم اینکام رو نداشته باشن که این کتگوری اسمش هست HNC. در حقیقت بعد از اینکه شما اسپانسرشیپ اپلیکیشن شما رفیوز بشه چون خاطرتون باشه گفتم اول باید تکلیف اسپانسر مشخص بشه اگر اوکی شد پرونده تو مرحله دو قرار میگیره که تکلیف متقاضی مشخص بشه اگر تو مرحله اولش اپلیکیشن داده شد اداره مهاجرت گفت متاسفانه شما ویژگی لازم از لازم مالی رو ندارید در اون صورت موضوع خیلی مهمی که به وجود میاد اینه که شما این راهو دارید در اون صورت بعد از طریق وکیلتون اعتراض بکنید به کجا به یک جایی هست به نام در واقع Immigration Appeal دیویژن جایی که تصمیم های داره مهاجرت رو میتونید تجد خواهی کنید که در اونجا پرونده های تشکیل میشه رفیوزال های یکی از صلاحیت های اون مرجع هستش و شما میتونید در اونجا از طریق سیستمی به نام HNC استفاده کنید چیزی که بهش میگن هیومانیتاریان compassionate reason یعنی چی؟ یعنی درسته من پول ندارم درسته شرایط مالی مناسب ندارم ولی به دلایل مشخصی لازم هست اعضای پدر مادر من یا پدر بزرگ مادر بزرگ من در اینجا باشد. که این پرونده پرونده دادگاهی خواهد بود که در یک دادگاه مهاجرتی که در واقع صحبتش رو جلسات قبل کردیم در یکی از اون دادگاه ها رسیدگی میشه بنابراین یک راه حل این چنینی هست یک نکته ای هم خواستم در مورد که برگردم به بخش اسپازال اسپانسرشیپ که فراموش کردم خدمتون ارز کنم و اون این هستش که وقتی اسپازال اسپانسرشیپ مطرح میشه بحث همسر مطرح میشه شما یا باید پیار باشید یا باید سیتیزن باشید اگر پی باشید موقعی که اپلیکیشن اسپانسرشیپ رو میدید بایستی تو خاک کانادا باشید ولی اگر سیتیزن باشید نیازی نیست باشید توی خاک کانادا ولی کن زمانی که فرد متقاضی اس پی آر کانادا اقامت دائم کانادا رو گرفت شما بایستی ولو اینکه سیتیزن بودید اجباری ندارید بیایید ولی چون تعهد کردید اسپانسر یک کس دیگه شدید شما هم باید باش اینجا باشید بنابراین شما نمیتونید اسپانسر کسی بشید خودتون سیتیزن هستید تو خاک کانادا نیستید اون فرد میاد پیار میشه بعد با اون فرد اینجا نمیایید در اون صورت اون پیار دچار مشکل خواهد شد چرا به خاطر اینکه شما به تعهدات اسپانسرشیپی خودتون عمل نکردید های مهاجرت به کانادا از نگاه قانون در بخش مربوط به اسپانسر شدن والدین یا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها یک موضوعی که هست بر اساس مقرراتی که در واقع در حال حاضر در کانادا وجود داره یک پروسه ای رو ایجاد کردن که طی اون پروسه اول اسپانسر اینترست و نظر خودش رو که من میخوام اسپانسر پدر مادرم بشم یا پدر بزرگ مادر بزرگ به صورت آنلاین تو فروسه زمانی مشخصی ثبتش میکنه و این در طول سال باز نیست به طور مثال دفعه آخری که این اتفاق افتاده 28 ژانویه 2019 بوده معمولا در ماه ژانویه است و این اتفاق در یک روز افتاد یعنی در همون روز باز کردن و اجازه دادن اسپانسرها اینترست خودشون رو اعلام بکنن بعد از اون بهشون شماره پرونده ای می میده داده میشه و از طریق ایمیل باهاشون در ارتباط هستن و اونها بعد از اون هستند که وارد پروسه اسپانسرشیپی میشن منتها نکته ای که خیلی ابهام وجود داشته برای خیلی ها چون من این موضوع رو از خیلی ها با ما تماس گرفتن و مطرح کردن اینی که اسپانسر شدن والدین یا به در بزرگ و مادر بزرگ قرعه کشی نیست دوست عزیز در ما در کانادا اصلا چیزی به نام لاتاری یا غوره کشی و این مسائل نداریم کاری که اینا کردن این استش که شما اکسپرش آف اینترست توی یه مواردی توی این موضوع باز دوباره اینترست اسپانسر رو میاد فایل میکنه و زمانی که فایل انجام شد بعد وارد پرونده اصلی میشه بنابراین شما همچنان باید شرایطی که اسپانسر گفت لازم هست طبق قانون باید داشته باشید اون شرایط مالی که گفتم رو باید داشته باشید بنابراین این نیستش که شما به صرف اینکه در ساعت به خصوصی تونستید اینترست خودتون رو ثبت بکنید پس پرونده شما اوکی است و هیچ مشکلی ندارید و این کار رو نکنید چرا به دلیل اینکه اگر شما واجد شرایط نیستید شما اون سه سال درآمد رو ندارید نوتساف اسسمنت مشکل داره و این مسائل دیگه شما میایید حق دیگران رو اهمال میکنید سا. چون یک تعداد مشخصی لازم دارن وقتی رسید به اون عدد مشخص کات میکنن دیگه پروگرم رو میبندن برای سال بعد شما بدون اینکه واجد شرایط بودید اپلای کردید مشکل ایجاد کردید برای خودتون و در نهایت قابل اجرا هم نیست چون شما شرایط لازم رو ندارید و پروندهتون دوچار مشکل میشه به این دلیل دیگرانی هم که شاید واجد شرایط باشن و شاید ضرورت داشته باشه که اصلا بچه رو داشته باشن خدمتون عرض شود که اومدید حق اونها را اعمال کردید بنابراین این مسئله لاتاری و قرعه کشی و این مسائل رو که توی بازار صحبتش میشه بین عوام صحبت میشه اصلا وجود خارجی ندارد و نکته دیگه ای که هست باز من خواستم بهتون بگم آپشن دیگه ای هست در کانادا برای والدین و اسمش هست سوپر ویزا سوپر ویزا یک رقم ویزاهای در واقع تی وی یا تمپرال رزیدنت ویزاها هست که برای والدین هست شرایط مالی مشخصی داره که اون لو اینکام کات آف همچنان وجود دارد ولی زب در سیش نیست بنابراین عددی که لازم هست شما واجد شرایط باشید عدد پایین تری هست از طرف دیگه بیمه درمانی اجباری وجود داره که اون فرد باید پدر مادرش رو یا اون پدر بزرگ مادر بزرگ رو بیمه درمانی اجباری کانادایی بکنه برای مبلغ مشخصی و اون مبلغ بایستی همشی در کانادا اتفاق افتاده باشه که با اون فرد میتونه سوپرویزا بگیره با سوپرویزا به در مادر شما از خصایص ویژگی های پی آر برخوردار نمیشن ولی در کنار اون از چیز دیگه برخوردار میشن و اون اینه که میتونن دو سال به صورت مستمر در کانادا بمونن با بیمه خصوصی درمانی که خریدن و این موضوع موضوع مهمی است در این حال خیلی از افراد هستند که اسپانسر پدر مادر میشن پدر مادر ویا رو میگیرن ولی نمیتونن بیان و اون رزیدنسی ابلیگیشنی که قبلا صحبت کردیم برای حفظ پیار که دو سال هست نمیتونن رعایت کنن نتیجه پیار رو از دست میدن پس به به جای اینکه شما بیاید یه تعهد سالی 20 ساله بدید یک سری مسائل و مشکلات رو در واقع تحمل کنید و غیره و در آخر هم پدر مادر مشخص نیست اینجا بمونن یا نمونن به نظر من شخصا بهتر اینکه که شما اول برید سراغ سوپرویزا ببینید اصلا انجام پذیر هست پرس و بعد داخل خاک کانادا میتونید اپلیکیشن پیار رو هم بدید در آینده که برسید به مرحله بعد در واقع دولت اومد بحث سوپرویزا رو گذاشت بحث در کنار در واقع پرنتال سوپ که یک مکملی باشه برای اون و به نظر میرسه که یک ابزار مفیدی هم هست وکیل و همراه مهاجرتی و تجاری شما از ایران تا کانادا وای